جمهوری خواهان که در طول این 30 سال جز سنگ انداختن و جز هر زمانی که حکومت اسلامی در منجلاب و در باطلاق خودش غرق کرد و از درون فشار اقتصادی و از درون فشارهای مختلف فقر و گرسنگی و بدی اقتصادی و این گونه مسائل و این حرفا رو به تحملش کرد و از بیرون هم فشارهای بین‌المللی به زیاد شد، همین جمهوری خواهان که طبقه توده‌ای و اکثریتی و به طور کلی ارتجاع سرخ با همکاری جبهه ملی ها و نهضت آزادی ها و مصدقچی ها و اینا به کمکش رفتن، چیکار کردن؟ پروژه هایی که در درون باید جا مینداخت حکومت نمیتونست جا بندازه، مثلا به دنبال موسوی دویدن، به دنبال کروبی دویدن، از خاتمی گورباچوف ساختن، دنبال این رژیم نمیدونم از امین نظام قول ساختن و از این بازی ها کمکشون کردن، چون اینا رفیق رفقای دوران حمام همونها هستن که این با 70-80 سال سن حالا در برون دکترن و نمیدونم روشن فکرن و عکس مصدق میزن این گونه. حالا به اونام کنید آقا ما الان برای رهایی کشورمون، من تنها راهی که دیگه به مغزم میرسه با عشقی که به بسیاری از این برنامه سازان دارم، با احترامی که به جناب آقای علیرضا میبودی دارم، به حسین فرجی با اینکه اصلا توی تفکر و ایده دیگه‌ای از نظر ایدئولوژی و ساختار فکری سیاسی با من ولی داره کار میکنه، این اون 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 بزرگشون کوچکشون همشون، ولی کارها روتین، هر روز همون بازی، هر روز همون آش، هر روز همون ماست، هر روز همون سفره، منتها این سینیا رنگش عوض میشه، محتوی توی بشقاب عوض میشه، ولی حرفای تکراری 30 سال گذشته است. چه کار جدیدی باید ارائه بشه از طرف مردم ایران ارائه بشه که بتونه در این بازی شطرنج سیاسی هم آمریکایی ها رو، هم اروپایی ها رو، هم شرق رو به اصطلاح در حالت کیشومات قرار بده؟ شاهزاده رضا پهلوی یه گده نشستن میگن اونطور که باید و شاید کار نمیکنه. یک شخصیت سیاسی، شماهایی که جمهوری خواهین، شماهایی که این بری هستین، اون بری هستین، به طور کلی هر طرفی هستین، ضد پادشاهی هستین، بیایید یک شخصیتی رو معرفی کنید بعد از 30 سال که بگید آقا ما به جهتی که این آدم کوالیفایتر از شاهزاده رضا پهلوی است، فراموش میکنیم پدرش پادشاه بوده، پدر بزرگش پادشاه بوده، شخصیت و کارنامه 30 ساله گذشته خودش رو با اون نماینده شما مقایسه کنید. در اهورامزدای ایران اگر اون شخصیتش، کارنامهش، صحبتهایی که میکنه بتونه 1000 کاری که شاهزاده کرده باشه، میشینیم تعامل میکنیم، سعی میکنیم تحول بیشتری پیدا کنیم، ببینیم این طرف چیه، چی وجود نداره دیگه، از روشن فکران راست راستتون، دیگه از داریوش و همایونتون، چپتون، خانبابات، مهدی خانبابات، تهرانیتون، فرخ نگهدارتون، از تودهیاتون، حشمت رئیسیتون، بزرگ و کوچکتون، نیلانیتون، اینتون، اونتون، همه رو که رو هم بذاری باز به یه چیز میرسید، به اونجایی که رژیم اسلامی رو بخواید نگهش دارید، برای اینکه منافع اربابانتون این رو میخواد. حالا بگید خب ما که این حرف و تهمتی اگه به همون میزنی، افتراس میزنی یا نه واقعا هست اینطور، درست داری میگی و از این گونه مسائل، خب طرف خود شما چرا شاهزاده شما به این خوبی، به این فعالی، با این کارنامه خوب، ما چرا کاری پیش نبودی؟ سؤال بسیار در خور توجهی است. اشکال کجاست؟ باز من میخوام دیگه آخرین ورقم رو رو زمین بزنم، باز بگم اشکال از ماست. من از اونایی که تو رویا باشم، منتظر پادشاه باشم با اسب سفید بیاد در رویاهام ما رو نجات بده، این بی پدر و مادرهای آدم کش رو با گرز و نمیدونم اینا بدی، من تو رویاها نیستم. من کمال واقعیت رو، آنچه که
ریالتی رو دارم میبینم، حس میکنم، با شما صحبت میکنم. آخرین برگی که سعید سکویی میخواد به خودش ثابت کنه که واقعا این مرد نمونه از قابلیت این رو داره که ایران و ایرانی رو نجات بده از وضعیتی که درش گیر کرده، با توجه به اینکه 5-6 میلیون نفر در ایران جوان از 15 ساله تا 30 ساله اومدن میگن مرگ بر رژیم، یعنی آمادگی در درونم وجود داره، پس یک نقصی در برون مغز هست که نمیتونه با درون مغز این هماهنگی رو ایجاد کنه. این نقص چیست؟ شاهزاده نازنین، اعلیحضرت رضا شاه دوم، آقا رضای پهلوی، کوروش خان، ما میگیم آخرین چپتر این کتاب باز اشکال ما طرفداران نظام پادشاهی هستیم. نمیتونه این بازی زیاد بیشتر از این طولانی بشه. با گفتم این آخرین شپتر، آخرین کارت داره میاد رو میز. من جمعه دارم میرم عمل قلب کنم، ممکنه بیرون نیام، ولی قبل از اینم که قلبم هم سالم بود همین سعید سکویی و همین صحبت ها رو میکرد. برگ آخر، ریکوست آخر، تقاضای آخر، تمنای آخر، که این تقاضا، این تمنا، این التماس چندین میلیون ایرانی که از زبان من داره در میاد. پادشاه رضا شاه دوم، شخصیتی در برون مرز نداریم که سواد سیاسی شما رو داشته باشه. من داریوش همایون و هزاران داریوش همایون رو به اندازه یک بند انگشت شما از نظر هوش و ذکاوت و کاردانی و هر چیز دیگری که بدانین قبولشون ندارم. ممکنه خیلی نوچه و نوکر و از اینا که دولا و راست براشون بشه، من دوزار قبولشون ندارم. من فقط به شما اعتقاد و اطمینان دارم، چون قلب من با قلب میلیون ها ایرانی که در ایران در انتظار یک حرکت آخر و به اصطلاح پایان دهنده حکومت اسلامی باشه، برای اون داره میزنه و این تو دست شماست. چگونه تو دست شماست؟ باز برمیگرده به ما، یعنی شما رو باز میگیم که همه کاراتو کردی، همه حرکت هایی که باید میکردی میکردی، یک سری عواملی هستند که 99% ما نمیدانیم یا نمیخواهیم بدانیم یا فهم و شعور دانستنش رو نداریم یا میدانیم و نمیتوانیم ازش صحبت کنیم یا هزار مسئله دیگر. 1001 عوامل مختلف وجود داره که شما بیش از اینی که تا الان اومدی، که خیلی هم اومدی با این مردمی که ما هستیم و باید سپاسگزار باشیم، چون ما اگر معنی سپاس رو میدانستیم، ما اگر معنی عشق متقابل رو میدانستیم، اون حرکت رو که با پدر شما نمی کردیم. وقتی پدر بزرگ شما رو انگلیس ها بردن، نمیشستیم نگاه کنیم، کف بزنیم. اما ما میخوایم به اون درجه برسیم که بگیم حالا دیگه معنی سپاس، معنی ارزش، معنی کار، معنی عشق، علاقه و به طور کلی میخوایم یک بار ما ایرانی ها در زندگیمون ما به دنبال چیزی، کسی برویم که اون کس اگر یک قدم برای ما برداشت، ما 10 قدم برایش برداریم، نه اینکه او 10 قدم برای ما بردارد، ما 1 قدم برداریم. کاری که پدر شما کرد، زندگی و عمرش رو برای ما گذاشت، ما 1.5 قدم بعد نداشتیم و بعد هم گفتیم تا شاه کفن نشود ایران ما نمیدونم آباد نشود یا وطن وطن نشود. خب ما مدیونیم، ما دین داریم، شما هم با تمام ناسپاسی های ما، با تمام رفتار و حرکات زشت ما، با تمام نامردمی ها و نامهربانی ها و هر آنچه که ما کردیم، کارت رو 30 سال انجام داد.